خط یک متروی قم به طول 10.3 کیلومتر امروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی پایان یافت. کار به اتمام برسونید که انشالله خط بعدی رو شروع کنیم. خط یک متروی قم 14.7 کیلومتر طول دارد که منطقه قلعه کامکار در شمال غرب قم را به میدان ولیعصر در جنوب شرقی قم با 14 ایستگاه به هم متصل می کند. این کار در زمان خیلی خوبی. رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم با قدردانی از دست‌اندرکاران این طرح به ویژه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تصریح کرد. قم شهری بین المللی است و نیازمند افزایش این گونه امکانات است. همه بخش‌های حکومت باید نگاهشون رو به قم در ترازی که رهبری معظم تعریف کردن این رو سامان بدن. دکتر لاریجانی همچنین از پیشبینی های لازم برای تامین بودجه متروی قم سخن گفت و افزود از فایننس چین استفاده خواهد شد. 300 میلیون یورو اختصاص پیدا میکنه برای این هم به رقم خوبی است. از خط اعتباری روسیه هم برای واگن داره استفاده میشه. بازم مجال های جدید به وجود میاد. دکتر سقایان نژاد شهردار قم هم از راه اندازی بخشی از خط یک مترو در سال آینده خبر داد و گفت همه شرایط هم فراهمه. تو فاز اول 5.2 کیلومتر تا ایستگاه مطهری میره جلو، بقیه شون انشاءالله تا پایان سال 96 و ابتدای سال 97 انشاءالله به انجام خواهیم رسون. امروز همچنین کلنگ خط دوی متروی قم در منطقه پردیسان به زمین زده شد. خط بی متروی قم 18.5 کیلومتر طول دارد و شهرک پردیسان را به فرهنگیان 3 در انتهای خیابان 19 دی متصل خواهد کرد.